این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. پس امروز دنبال چه برامدین؟ آرزو میکنم به خواستتان برسین. نیمه روزتون بخیر. آرزو بهترین ها را برای تک تک شما ارجمندان دارم و از دریچه زندگی با جان از همکاران بخش تکنیک و فنی و همچنان تصویربردار برنامه مهمان خانه های شما هستیم و همچنان جناب عبدالحکیم الفت استاد دانشگاه. بحث بسیار مهم و جالب را برای صحبت کردن انتخاب کردیم. تمنا دارم که تا پایان برنامه همراهی ما بفرمایید. پیاله چای را ریخته و کنار تلویزیون نشسته صحبت های خوب جناب استاد الفت را بیننده و شنونده باشین. و بحث امروز ما کوچک های بزرگ در نظام خانواده، موضوعی که توسط خود استاد الفت انتخاب شده برام خیلی جالب بود. باورمند هستم که برای شما هم جالب تر است. پس چه زیباست که بشنویم. نیمه روز شما هم بخیر باشه استاد محترم. تشکر می کنم. مرد سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام همکاران محترم شما و خدمت تمام عزیزان که منکن ما را بیننده هستن. نیمه روز تک تک شما هم بخیر. زنده و سلامت باشین استاد. از عنوان خود بحث آغاز می کنیم. کوچک های بزرگ در نظام خانواده یعنی چگونه؟ خوب است که در اول تصور این بحث را کمی واضح تر بسازیم تا ما بتانیم در ادامه بحث را به شکل درست دنبال بکنیم. بسیار عالی. منظور از تصور کوچک های بزرگ، کوچک های موارد کوچک در نظام خانواده یا کوچک های بزرگ در نظام خانواده یه است که بعضی از کارها، بعضی از رفتارها، بعضی از موارد در نظام خانواده به شکل طبیعی وجود داره. اگر ما این را مورد توجه خود قرار بدیم، سرش تمرکز بکنیم، حتی توجه ما بوده باشه، میتونیم توسط مراعات کردن ازی خانواده را تبدیل بر بهشت زمینی بسازیم. بله. اگر ما این کوچک ها را که به زمی که کوچک است فکر بکنیم کوچک است مراعاتش نکنیم، حتی توجه ما نبوده باشه، تدریجا این کوچک ها، تراکم این کوچک ها میتونه بحرانزا باشه و خانواده را میتونه به بهشت زمینی نه بلکه به جهنم زمینی تبدیل بکنه. بناهن ما خواهشمند هستیم که این بحث را دوستا با شکل درست دنبالش بکنن. اگر فرصت وجود داره کلم و کاغذ بگیرن، یادداشت برداری بکنن نکات اساسی را. واقعا این موارد به خاطر آگاهی نیست بلکه به خاطر عمل کردن است. بله. اگر عمل بکنیم ما متیقن هستیم که زندگی را میتونیم یک زندگی الگو و یک زندگی نمونه بسازیم که دیگران آرزوی داشتن کلم و کاغذ دارم پیش خود. البته دقیقاً میریم روی اولین کوچک بزرگ در نظام خانواده. بعضی از حرکت ها و بعضی از رفتارها از طرف جانبین در نظام خانواده، چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، رخ میده. این کار تدریجن که این کار کار بی‌نظمی است. فرض بکنیم برمیگردیم بالای شوهر، دیگر از وظیفه برمیگرده، وارد خانه میشه، بوت خود جایی که باید بکشه نمیکشه، میگره قلاچش میکنه، بایی که خود باید جای بانه نمیمونه اما او طرف مندازش، جراب خود جای بانه که فردا باید از اونجا بگیره نمیگیره، او طرف مندازه. دیگر هم کلی موترش دقیقاً کلی موترش باید جای بانه که فردا از اونجا خودش بگیره، هر طرف که دلش شد قلاج میکنه، چون به نیت ازی که از کار آمده خسته است، این خانه هم مال خودش هست، هر قسمی که تعامل بکنه دلش. بله اما فکر نکنم استاد الفت که کلی موتر هر طرف دلش شد قلاج کنه. شما باور بکنین ایده اصلا در این مورد فکر میکنن تمام خانه هم مانند زربین در مقابل دیدگانشان قرار داره، ایوازی که جای مخصوص بگذارن به کسی بتن که باید جای منظم بگذارش، همه تو میگیره قلاچش میکنن، فکر میکنن و داخل تاق مندازش. اما چونین نیست. اینمی کارها اگر صورت میگیره همسر خسته میسازه. نکته اساسی است که فردا زمانی که میره به طرف وظیفه تمام اینمی وسایل دوباره مرد ضرورت داره، اما در افغانستان خودش نمیخواد. خانم باید در اختیارش قرار بده. صدا میکنه فلانی جراب. خود دیروز من جراب در خود جای نمانده بودم. خودت کلاش کردی، کجا موندی، کجا گذاشتی، برو بگیرش. خب مشکل اینجاست که در جامعه ما متاسفانه مردسالاری حاکم از جناب استاد. یکی از دلایل امی است. بلی اما میخوایم با وجودی که نمی وضعیت در افغانستان وجود داره مدل بهتر به خاطر زندگی کردن ارائه بکنم. این مشکلاتی از ما یادداشتش میکنیم، در کنارش رای حل پیشنهاد میکنیم. با انجام دادن این رای حل در جامعه افغانی ما میتونیم یک زندگی نمونه داشته باشیم. در صورتی که اگر ما دو نفر یار موافق هم دیگر بوده باشیم و شریک مناسب در زندگی، بنابراین بعضی عملها که صورت میگیره عدم آگاهی وجود داره. این مشکلات را که برای همسر خلق میکنه طرف شاید متوجه نشه، شاید متوجه شوه و شاید نشه. اگر متوجه شوه از زندگی مشترک جناب استاد الفت، دقیقاً از زندگی مشترک و خصوصا از احساس طرف
وقتی که ما فردا خانم خود سلام می کنیم، کلی موتر پیدا بکو، تلفن ما را پیدا بکو، جراب ما پیدا بکو، بوت ما پیدا بکو، فلان فلان وسیله را مشب کجا گذاشته بودم، خمشم کجا گذاشته بود، این مربوط تو است. اما فشار بالای خانم وارد می کنم، اینمی تعامل خانم را خسته می سازه. یک طرف بی‌نظمی است، چون بس یک روز درست نیست، دقیقاً یک طرف بی‌نظمی است که از طرف شوهر در نظام خانواده اتفاق می افته و یک طرف فردا خانم را اذیت می کنه. اینمی مشکل وجود دارم. از خانمای محترم احترامانه خواهشمند هستم، اینمی وضعیت از طرف همسرشان صورت گرفت. بسیار مؤدبانه با رعایت کمال احترام ازشان خواهش بکنه با لطافت با نرمی که فلانی اینمی کاری که میکنی خوشایند نیست، ام خود به جنجال میاندازی و ام مرا. از اینکه یک زندگی بهتر در کنار همدیگر داشته باشیم، ام تو خوش باشی، اما میدانم کار میکنی، میدانم روز سابقه به خاطر ما زحمت میکشی، دیگر خسته برمیگردی، من همسر تو هستم، زن همسایه یعنی صدا بزن که فلانی بایی که من بگی، فلانی کلی موتر، فلانی جراب، فلانی بود، به استقبال و بدرقه خانمش این کار را میکنه و این کار واقعا محبت میان این دور استحکام میده. دقیقا زندگی واقعا به شکل دوگونه باید به پیش بره. اینها در یک سفر طولانی در کنار هم دیگر و در خدمت هم دیگر است. یک طرف که نمیشه همیشه پل باشه، خسته میشه بالاخره انسان. دقیقاً او طرف به میل دل خوش بدون از اینکه احساس، علاقمندی، تقاضا، همه چیز طرف را مراعات بکنه و مد نظر بگیره، کار در زندگی مشترک به میل خود دلش میخواد پیش ببره. به این معنی که جاده زندگی یک طرفه است، نه دو طرفه. در حالی که اگر یک طرفه هم بوده باشه، این دو راه رو داره که باید در کنار هم دیگر دوش و دوش هم دیگر برن. اما متاسفانه مشکل چی است؟ این همی مسئله خیلی کوچک است. عنوان همی است که کوچک های بزرگ در نظام خانواده. این همی مسئله با یک تذکر، با یک خواهش، با یک گفتن قابل معالجه و حل میشه. اما خانم هایی را نمیگن. منتظر هستند که چی و خود مرد ای را درک میکنه که این کارها اشتباه است و این کار بی‌نظمی است و این کار درست نیست. در حالی نیست. که جناب استاد الفت از داخل هم درد میکشند. ما میخواییم اینمی سیب را تایی بکنم که این چی پیامدهای منفی داره وقتی که ما تذکر نمیدیم. اولین مرحله مرحله ای است که خانم آزرده میشه از این کار. آزرده میشه اما نمیگه برای طرف. تا اینکه آزرده شویم برش بگوییم. بله. مشکل ما در افغانستان این است که ما همیشه در غیاب هم دیگر حرف میزنیم، نه در مقابل هم دیگر. اگر ما در مقابل هم دیگر، چی در نظام خانواده، چی در محل کار، چی در اجتماع، روبروی هم دیگر دو به دو صحبت بکنیم، خیلی از مشکلات ما در زندگی حل خواهد شد. بله، خانم در اول آزرده میشه از کار همسر، اما این آزردگی تداوم پیدا میکنه به خاطر از اینکه طرف متوجه نشده، کسی برش تذکر ندادن، نگفتن. آزردگی های کوچک، آزردگی های بزرگ را به میان میارن. بله، خانم وضعیت درونی خود برای شوهر بازتاب نداده. مرحله دوم مرحله استقامت یا مقامت میرسه. در مقابل چنین برخورده که شوهر میکنه، خانم از خود مقامت نشان میده، تذکر نمیده، گپش نمیزنه، حرفش نمیزنه، جنگ نمیکنه، اما در درون استقامت میکنه. این میره به مرحله سوم، مرحله ترد. کم کم از شوهر فاصله میگیره. متاسفانه اینی فاصله ها ما را میرسانه در سرخط طلاق عاطفی. اگر ما به طلاق رسمی و جدایی منجر نشیم، این روند مقاومت و استقامت میره به طرف ترد، ترد نهایتا ما را میبره به طرف طلاق عاطفی. متاسفانه در افغانستان من مطمئن هستم که 90% خانواده ها در زندگی مشترک با طلاق عاطفی دارن زندگی میکنن، زیر یک سقف، با خانم، با شوهر، در کنار هم اما بی هم، با هم اما بی هم. احساسات هم دیگر برای هم دیگر ارزش نداره، برای هم دیگر تبارز نمیتن، بر اساس مسئلات هایی که او فرزند باشه، او اجتماع باشه، اون مسئله اسلامی بوده باشه، او که مردم بد نگاه طلاق نمیگیرن. اما واقعا شاید بعض خانواده ها خانم اتاق جدا، شوهر اتاق جدا، اگر در داخل یک اتاق بوده باشن، اون در یک گوشه از اتاق میخوابه، این در یک گوشه از اتاق. در کل گفتم میتونن زندگی رو برای خود جهنم میسازن. دقیقاً این مرحله طلاق عاطفی است. ما که نمیگیم مشکل کوچک تا حل شوه، میرسه به مرحله چهارم که اون مرحله انفجار است. بله. بعد از تداوم یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، پنج سال، این خانم چقدر این درد داخلی را تحمل بکنه، چقدر بی نظمی شوهر را براخش نکشه. در حقیقت مشکل از خودش است. ما باید چیزی که به عنوان میکروب و مرض داره رشد میکنه، در اول باید در هسته خونسایش بسازیم،
نگذاریم تبدیل به یک درخت ریشه‌دار شوه که ما توان بیرون کردن و کندنش از زندگی دیگر نداشته باشیم. پس اینجا بسا صحبت های خوب شما جناب استاد الفت، بیشتر مسئولیت از آن خانم است که باید متوجه به ساده طرف را. فرض بکنیم اگر این اشتباهات از طرف شوهر رخ میده، خانم مکلف است. اگر این اشتباهات از طرف خانم رخ میده، شوهر مکلف است. ما مسئله شوهر را صرف نمونوار اشاره کردم. از هر طرفی که ما اینو میتونیم در سایر اعضای خانواده تقسیم بکنیم، اگر از پدر، اگر از مادر، از خواهر، از برادر، از فرزند، از شوهر، از زن، از هر کسی که بوده باشه، اگر میبینیم این عمل برای ما خوشایند نیست، ما را آزار میده، بسیار مؤدبانه با کمال احترام خواهشانه براشون عرض بکنیم که این عمل درست نیست، زندگی مشترک نمیتونه به خطر مواجه بسازه. مرحله چهارم اشاره بکنم بعد از سوال شما را میگیرم. وقتی که مرحله انفجار میرسه، مرحله چهارم، یک مسئله کوچک میان شوهر و خانم رد و بدل میشه، خانم یک بار انفجار میکنه، چیز را میگه، بغض چند ساله را میکشه که من چند سال است این عمل نادرست و زشت و بی‌نظم تا تحمل میکنم، یک بار متوجه نشده، تمام داشته های خودم میکشه. شوهر ایران میمونه که من 5 سال است این طرف را آزار میدم. بنابراین گبر به اینجا نکشانیم، بسیار محترمانه براش بگویم که این کار را نکو. من متیقن هستم اگر به لهجه نرم، محترمانه، مؤدبانه، در قالب کلمات عاطفی عرض بکنیم، طرف میپذیره و اسلام میشه. سلامت باشین استاد. بعض وقتها طرف با آنکه عمل کردش درست نیست اما نمیپذیره، چگونه او را قانع بسازیم؟ یه سوال شما را بر کوچک دوم در نظام خانواده بر بگردم با یک جور جواب بدیم. باش. یکی از موارد در نظام خانواده، ما انسان هستیم خالی از اشتباه و خطا نمی بوده باشیم، اگر پدر، اگر مادر، اگر فرزند، اگر شوهر و اگر خانم بوده باشه، هر کس شاید اشتباهی بکنه، اما تکرار اشتباه باز اشتباه نیست، او انتخاب است. ما یک بار اشتباه کردیم میفهمیم که کار ما درست بود و یا غلط، اگر بار دیگه هم میکنیم او اشتباه نیست، او را انتخاب کردیم. ما کردیم. اگر از هر کسی در نظام خانواده اشتباهی سر میزنه، محترمانه در وقت مناسب بیایه یا از یک نفر یا از تمام اعضای خانواده معذرت بخواید. شوهر اشتباه کرد در جامعه ما وجود نداره. شوهر اشتباه کرد، به حالش خوب نبود، به حالت گوناگون اشتباهی را مرتکب شد که اون طرف را آزار داد، فردایش دیگه، فردایش فلانی خان، فلانی جان، من اون روز این اشتباه را مرتکب شدم، متوجه نبودم، با کمال احترامی که برات دارم عزیزی معذرت میخوام، نهایت تلاش میکنم که این کار را دیگه تکرار نکنم. شما باور بکنین اگر شوهر از خانم و اگر خانم از شوهر بیای معذرت بخواید در مقابل آنچه که طرف را آزار داده، شما باور بکنین چنین زندگی را ما دیگه سراغ نخواهیم داشت. محبت در میان از اینها به کدام سطح خواهد رسید؟ اعتماد، دوستی، علاقمندی. شوهر از خانم اگر معذرت بخواید، خانم از خوشحالی بیشتر بدون بال پرواز خواهد کرد. ما نظام مرد سالاری داریم، مرد کسی است که از زن باید معذرت نخواهد. ما از دختر همسایه و از زن همسایه معذرت نمیخواییم. بله، ما از زن بیگانه معذرت نمیخواییم، از شریک زندگی خود ما، از همسر خود معذرت میخواییم. اگر خانم اشتباه میکنه، از زوکاندار سر کوچه معذرت نمیخواید، از شوهر خود معذرت بخواید، چرا بشرمیم؟ مشکل اساسی در افغانستان این است که ما قبل از اینکه ازدواج میکنیم، حداقل رساله ای را به خاطر بهتر زندگی کردن نمیخوانیم، اما رساله را به خاطر بهتر آشپزی کردن میخوانیم، اما رساله را به خاطر بهتر زندگی کردن نمیخوانیم. یک شکم نان به اصطلاح، نان یک سر سفره، برای ما ارزش داره از اینکه زندگی بهتر و یا بدتر داشته باشیم. حتی مادرها زمانی که دخترهایشان پشت بختشان روان میکنن، کتابک کوچک به خاطر آشپزی در داخل جیزش یا جهیزیش مندازن تا این بهتر این آشپزی یاد بگیره، آشپزی بکنه، خانواده طرف نگویه که تا حالی آشپزی را یاد نداره، سر تربیت آشپزی ما ایراد نگیرن. اما متاسفانه اجگاه رساله کوچک نمیگذاریم که چگونه با خانواده شوهر زندگی بکنی و فرهنگ جمع زندگی کردن در خانه دیگرها را یاد بگیره تا تربیت انسانی و اسلامی ما زیر سوال نرود. برمیگرده ای که ما خود ما، شما از تربیت جمع زندگی کردن گفتین جناب استاد. خب خانواده های دختر خانم ها در کل فرهنگ یا تربیت تفریق زندگی کردن را بر دخترانشان می آموزانند. متاسفانه یکی که عدم آگاهی خود ما از این موارد، و ما هم بیشتر مقلد محض دنیای سینما هستیم. هر اون چیزی را که در فیلم میبینیم، هر اون چیزی که در سریال میبینیم، مطابق میل دختر و پسر بوده باشه، فکر میکنیم این مدل زندگی بهترین مدل است، بی خبر از اینکه اون دنیای تخیلات است،
اون پشت پرده است، اما روی زندگی پرده چیز حقیقی دیگه چیز است، اما دیگه ما است. زندگی واقعی را داریم به پیش میبریم. بله. متاسفانه که در نظام خانواده بیشتر از این موارد را ما نمیدانیم، حتی در دوران مکتب و حتی هم در دوران دانشگاه جز تخصص مشخص خشک خود هیچ چیز دیگه را در سطح دانشگاه هم متاسفانه ما برای فرزندان امروز خود یاد نمیدیم که مشکلی از این برمیگرده بر جامعه افغانی که نمونه از این امروز داره واقعا همه را آزار میده. سیومین کوچک بزرگ در نظام خانواده ای است که تمام اعضای خانواده باید سر سفره جمع بوده باشند. وقتی که امر ما میتونیم خرد و بزرگ در نظام خانواده یک جا بشانیم، اون سر سفره است. مسئولیت پدر و مادر است که کل اگر بخواید برای نان خوردن وقت منظم داشته باشند. در اینجا از والدین باید شروع تمام اعضای خانواده را تک تک حالشان را پرسان بکنن در فاصله 24 رو 24 ساعت چی گذشته بالایشان. پدر شروع بکن از فرزندش: احمد جان خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ مکتب رفتی؟ دانشگاه رفتی؟ درساخ چطور بود؟ امرای سنفی ها چطور تعامل کرده؟ برخورد اساتید؟ ببخشید من میگم ابتدا از خودش شروع کنه. من میخوایم میره دوران بتام، این چرخ دورانی است. بله ها، وضع روحیش، وضع فیزیکیش، وضع جیبش، وضع حالتهای روانیش کاملا پرسان بکنن، بعدا دوران بکنن از خانمش، از پدر، از مادر، از پسر، از دختر، دختر از مادر، از پدر، پسر از مادر، از دختر، خواهر از برادر، برادر از خواهر، کلگی ما چیز را به نام ارزش در نظام خانواده از آن خود میکنیم. هر فرد خانواده احساس غرور و احساس ارزش بودن میکنه که من در این خانواده با ارزش هستم. بله. تمام اعضای خانواده تک تکشان تمام جوانب زندگی مرا هر شب پرسان میکنن ما بر از اونا ارزش دارم. و نه پرسیدن جناب استاد چقدر دقیقا متاسفانه در افغانستان 90% خانواده ها از فرزندانشان پرسان نمیکنه که پسر روز چگونه گذشت، کجا بودی، وضع روحی پسر چگونه است، چه پیامدهای منفی را داره که برمیگرده بر سوال شما، وضع فیزیکیش، وضع جیبش، وضع روانیش، در دانشگاه، در مکتب، در کوچه چی داره زندگی میکنه، اصلا مسیر زندگی از کدام سرک را داره طی میکنه. تو به عنوان پدر، تو به عنوان مادر، تو به عنوان خواهر، تو به عنوان برادر مسئول هستین که از تک تک اعضای خانواده پرسان بکنین. این چرخه اگر درست چرخید پرواز میکنه خانواده، اگر اشتباه چرخید سر همه را میبره. خیلی از فرزندان سر والدین خود قطع کردن. این بر میگرده که والدین در قبال فرزندان خود مسئولیت درست را ادا نکرده، شانه خالی کرده. دقیقا مشکلات را که فعلا دختر و پسر در جامعه افغانی به عنوان نسل نو دارن مرتکب میشن و بزرگا را به زانو شاندن، این عدم تربیت نظام خانوادگی است. ولی متاسفانه که باز هم انگوش انتقاد بالای همین جوانان گذاشته میشه که مشکل از شما هست، شما گونه دیگری میاندیشین و فکر شما غلطه. این تمثیل به شکلی است که ما کس را چیزی برش یاد نمیدیم، درس براش آموزش نمیدیم، ازش امتحان میگیریم، پارچه را که اشتباه حل کرد مؤاخذهش میکنیم. ما برای فرزند خود چیا داریم که ازش انتظار خوبی داریم؟ هر زمانی که ما مسئولیت خود را درست در قبال فرزندان خود ادا کردیم، بعدا بگوییم ما برای تو چیا دادیم اما تو چی کردی؟ نکته چهارم، کوچک چهارم، این کوچک ها کوچک کوچک باقی مونده. ساعت هم 2:25 و 32 ثانیه از زمان رو هم باید مد نظر داشته باشیم دیگه. انشالله کوچک دیگری است که پدر و مادر مسئول هستند که برای تمام اعضای خانواده وقت بگذارن برای خلوت کردن، علل خصوص میان شوهر و زن ساعت را بگذارن که با هم بشینن، از تنها بودن لذت ببرن، در رابطه بر تربیت و سرنوشت فرزندانشان با هم صحبت بکنن، به خاطر داشتن یک زندگی که واقعا تعبیر بهشت زمینی شود رویش کار بکنن، بشینن با هم مشکلات خانواده را یک جا حل بکنن، با پسرش ضمن رابطه پدری رابطه دوستی داشته باشه، با دخترش ضمن رابطه دختری و پدری رابطه دوستی داشته باشه. شما باور بکنه 90-95% جوانان دختر و پسر در افغانستان با پدرهاشون راز ندارن، همدم و هم صحبت نیستن، یار فکر نمی کنن، محرم خود نمی دانن، چیزهای درونی خود با او در میان بگذارن. دختر در جامعه افغانی مشکلات داره اما به کی بگویه؟ پسر در جامعه افغانی مشکلات داره، بزرگترین تکیگاه پدرش، بزرگترین تکیگاه مادرش، اما این بلرزه و لرزان بوده باشه پس به کدام دیوار تکیه بکنن؟ اما متاسفانه کس نیافت، به خاطر تخلیه روحی ادمن در آغوش میره و جایی در زبان باز میکنه که این به نفعش نیست بلکه به نقصش زندگیش رو تباه میکنه. دو نکته اشاره میکنم میرم در قسمت اخیر که وقتم کم است. باشه. یک مدل در افغانستان یک مشکل وجود داره. اگر مرد از خانه از بیرون وارد خانه میشه
حالت سیگانه داره یا نهایت خسته است، دوست داره که ساعت تنها باشه، هیچ کس مزاحمت نکنه. اینا بیشتر مردها دارن از لحاظ روانشناسی چیز رو به نام غار تنهایی براشون میگن. مشکلات بالایی مردها بیشتر وارد شوه میرن به طرف منزوی شدن، میرن به طرف غار تنهایی خودشان. دوست دارن در چنین ساعت هیچ احد مزاحمشان نشه، هر کسی بوده باشه. در داخل خانه هم زنها یا مردهایی که وجود دارن حالت مختلف دارن. بعضی حالت هایی هست که دوست دارن خانم ها وقتی که هر کسی از بیرون میه مزاحمشان نشه، یا حالت دارن خسته هستن وقتی که وارد خانه میشن همگی براشان پاور و انرژی زرد بکنن. حالت سیام حالتی است که خودش میه نشید اکتیو فعال است، میخواه برای دیگران انرژی بده. اینمی سه حالت ما چگونه تشخیص بکنیم که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره حل شوه؟ مرد وارد خانه میشه خسته است، دوست داره تنها باشه، خانم تشخیص کرده نمیتونه. خب چیز خانم میخواد تعامل بکنه که اینا میخواد، بناهن جنگ نزا دعوا صورت میگیره. حداقل حال من نمیفهمی، وضعیت من نمیفهمی، بله چی میفهمه او؟ بیا این یک فرمول بگذاره، بس این رنگ را پیشنهاد بکنم. بله سه رنگ، یا با زبان یا با کاغذ. یک کاغذ داشته باشیم سرخ، یک کاغذ داشته باشیم زرد، یک کاغذ داشته باشیم آبی یا سبز. میان تمام اعضای خانواده به تفاهم برسیم. اگر احمد از بیرون وارد شد، حالش خسته بود، در آمد سلام عرض میکنه، کاغذ سرخ. کل اگه میفهمه که دوست داره ساعت تنها باشه، هیچ احد مزاحمش نشه. این دوندی تفاهم شده است میان اعضای خانواده. نرمال است، این مشکل ایجاد نمیشه در نظام خانواده. ما داریم برای مشکلات رای حل پیشنهاد میکنیم. محمود میداره که آله دوم داره، کارت زرد داره، خسته است، ضرورت داره کسی براش چای، کسی براش میوه، کسی سرش چاپی بکنه، کسی بخندانش، کسی قصه براش بگویه تا انرژی بگیره. نشان میده کل اگه دنبالش میرود. این فرهنگ زندگی مشترک میگن. هنچه که ما در افغانستان داریم به واقعا فرهنگ زندگی درست نیست. قرار تحقیقاتی که ما دارم در افغانستان 90% مردم بدون فرهنگ زندگی دارن زندگی میکنن. زنده هستن دیگه. 90% زندگی میکنن اما بدون فرهنگ زندگی. این فرهنگ درست جمع زندگی کردن است. همه فتح میداره وارد خانه میشه، کارت آبی داره، میگه من اکتیف و فعال هستم، برای کی خدمت بکنم، برای کی کمک بکنم، کی را بخندارم، برای کی قصه بگویم، سر کی را مساج بتم، برای کی چای بیارم، برای کی نوشابه بیارم. ما در خدمت هم دیگر در نظام خانواده هستیم، چون زندگی مشترک. دقیقا هر کسی که هستیم در بیرون اون مربوط خود ما، رئیس، قماندان، سرباز، جالی، والی، هر کس، هم ما در خانه که میداریم مانند یک عضو خانواده بوده باشیم. اعضای خانواده هم همین آلت را دارن با کارتی که ما در داخل پارلمان داریم بلندش بکنن که این آلت هم است، مطابق آلت هم همه با هم تعامل بکنن. آخرین نکته را اگر وقت باشه اشاره بکنم، بسیار کوتاه استاد ثانیه ها، چیزی به نام قانون اساسی وجود داره در هر کشوره. بیاین در نظام خانواده ها چیزی به نام قانون اساسی بسازیم، تمام اعضای خانواده را گرد هم جمع بسازیم، از خرد تا بزرگ، حتی کسی که شیرخور هستن، از بزرگا سوال بکنیم، یک نفر قلم بگیره و یک نفرم بنویسه. بله. بنویسه که احمد تو چی میخوای؟ امی فضای خانواده چگونه یک فضا داشته باشه؟ هر اون خواستی که داره در این خانواده وجود داشته باشه، یالا بگو. احمد میگه من دوست دارم در خانواده دیگه هیچ کس با کسی جنگ نکنه. نوشتش یعنی تر هستر فضای خانواده گرفته میشه و بعدش به قانون تبدیل میشه. دقیقا خواهد. کلی از اینها نظرات خودم میگن، هر کسی که هرچی که میخواه، چی بزرگ کسی میخواه، درس باشه کسی میخواه، ساعت تلویزیون کسی میخواه، تفریح کسی میخواه، جنگ نباشه کسی میخواه، برخورد خوب کسی میخواه، در مشکل یک فرد تمام اعضای خانواده اما کمک بکنن. این نوشته میشه در بر دیوار خانه نصب میشه. کلگی مطابق ازی تعامل میکنن. اگر کسی جنگ کرد دیگه برش میگه برادر ما قانون داریم، خودت فیصله کردی که جنگ نبوده. ما نقص کردی. دقیقا کسایی که مجرم است با محبت باید مجازات شوند. بسیار خوب، سلامت باشین استاد. واقعا این موارد اگر عملی شود ما در نظام خانواده مشکل را نخواهیم داشت. امیدوار هستیم بیننده های ارجمند ما با دقت از تمام صحبت های جناب استاد عبدالحکیم الفتر شنیده باشند و در عملی کردنش هم توجه خاص داشته باشند. تا دیدار بعد شما را به الله متعال می سپارم. ادامه روزتان خوش بگذرونید.